در اینجا غریبی آزاری سخت است. دیگر نوارهایم از بس شنیدم خش افتاده است. از بس حافظم را خواندم برگ برگ شده. از بس گوشم را به رادیو چسباندم تا صدای دور وطنم را از آن بشنوم زنگ میزند. دیگر زبانم نمیگردد که جز به فارسی به زبان دیگری سخن بگویم. من میآیم تا خاکت را ای وطن ببویم. میآیم تا آرزوهای گم شدن را در کوچه پس کوچه های محله من، فاصله خانه تا مدرسه پیدا کنم. آرزوهایی که لای چهارقد مادر بزرگم بسته بودمش که نبودم و رفت. راستی چهارقدش را چه کردید؟ میآیم تا نقی سیبیل دربان مدرسه به یاد بیاورد که دستم از ترکه های نازم باد کرده بود. میآیم تا به تک تک دخترهای محله من که چقدر دوستشان داشتم و حالا لابد خانوم شدند سلام بگویم. میآیم تا برایتان از غم سرد غریبی حکایت ها بگویم. راست است که نویسنده ای نوشته بود سرد است آنجا که وطن نیست. میخواهم از فرودگاه یک راست به خانه عموجان بروم و ببینم روی قوطی سیگار همایش روزی که میرفتم چه نوشت وقتی به من گفت پسر جان ایرانی بمان. میگویند آنجا کار نیست. من میایم تا در کوچه بخوابم، رفتگر باشم، خاک وطنم را جارو کنم و این را به هزار پادشاهی دور از این خاک نمیدم. میایم تا دوباره در شب قتل شل زرد پزان را ببینم و بوی شیرین آن را به ریه هایم بکشم، از بوی ادویه مست شوم. میآیم تا حلوای عمه را گهواره کنم که خوب روغن بیندازد و بعد رویش با دارچین بنویسم یا علی. اینجا برایم بسیار شبها شام غریبان است، اما من شام غریبان مسجد محله خودمان را دوست دارم. راستی حسین آقا هنوز همانقدر صدایش خوب است وقتی متن مولا میخواند. من میایم، میایم با یک راست به زیر زمین خانه من میروم. میخواهم جای دست های کوچکم را روی دیوار پیدا کنم و شیشه های شربت آیبالو را ببینم و صندوقچه های مادر را. شب اول پشت بام خواهم خوابید بی پشه بند. بگذار پشه هایتان مرا بزنند، دلم برای آنها هم تنگ است. میخواهم خونکی لذت آور دوشک آقا جون را با ملافه های سفید امتحان کنم. میخواهم خودم رخت خوابش را به کول بکشم به پشت بام ببرم. میخوام ستاره ها را از پشت بام کاهگلی که آب میدادیم و بوی تربت از آن بلند میشد بشمرم. ستاره ها را، باور کنید آنجا ستاره ها به زمین نزدیکتر است. من خیلی شبها شما خواب بودید اونها را با دست گرفتم. راستی هنوز کاسه گلی های من هست. پیروزه‌ای ها،
تابستان‌ها یخ و سکنجبین توی اون می‌ریزید. هنوز یاست‌های حیات من بوی گیج کننده خودش را دارد. راستی حیات من هنوز به اندازه دو تا جفتک چارپاش است. شب چهارشنبه سوری هنوز در حیات بوت آتش می‌زنید یا تو کوچه. من می‌آیم. دلم برای حرف کرده لک زده است. مثل این که هزار سال است موقع سال تحویل با شما نبودم و تو را مادر نبوسیدم. مثل این که میلیون ها سال است پدر از لای قرآن عیدی تان خورده مرا بیرون نیاورده است. من خودم را کجا پیدا کنم؟ من میآیم اگر شده پیاده. دلم برای ایران خیلی تنگ است. شما نمیدانید سرد است جایی که وطن نیست. نمیدانید چقدر دور از وطن دلگیرم.